باری. نویسنده صادق هدایت تهیه شده در بنیاد آینه آزر جسنف ابن بویرولاق به طریق البطارقه که کنیتش ابوالخلج و تخلصش یخلازاده بود دست بر قضا طبعی روان و ذوقی سرشار داشت و در هنگام فراغت خاطر مقطعات دلچسبی به نظم می سرود. هرچند دیوان اشعارش در سال وبایی دستخوش حریق گردید، معهازا در بعضی از جنگها این ربایی سوزناک را که در مزلت فقرا سروده و نماینده تجلیات روح کاتولیک منشانه اوست به نامش ثبت نمودند. و الاهده علر راوی والله اعلم گر جیب فقیر و داخلش میدیدی توهی همه چیز و سوراخش دیدی در لمس درونش و دیگر وصله ای کاش عزیزان کمکی میدیدی ولی با این همه طبع شعر و روح ضعیف نوازی در شکنجه های مذهبی یدی طولا داشت و تکفیر و انکیزیسیون برایش مثل آب خوردن بود آزر جسنف ابن بویرولاق قباله مالکیت تمام سواحل خلیج فارس را به خط میخی برجسته به شکل خشت خام به زبان سومری که در حفریات مهانجا دارو پیدا کرده بود در میدان ابولفوارس قرمتی به معرض نمایش گذاشت و ادعا کرد که حضرت مسیح در عالم خواب او را مأمور کرده و دستور داده که اهالی جزیره را از شر لوله هنگ که در آن زمان ریقفزار می نامیدند و همچنین تعذیه و گریه و خطنه و هجاب و مردپرستی و تکدی و آخوندبازی و قربانی و توجه مخصوص به قبل و دبر و کسافتکاری نجات بدهد. برای پیشرفت مقصود خود، ابتدا مقدار معتنابهی کاغذ استنجای بسیار اعلی مجانا میان اهالی پخش کرد تا عادت شنیع کنشویی با آب شور دریا از سرشان بیفتد و به این وسیله ضربات مهلکی از عقب به دین مبین وارد بیاورد ولیکن آب بازان آن صفحات به تحریک انجمن تبلیغات سهیونیست ملی بحرین که وابسته به یکی از سفارتخانه های فخیمه آن زمان بود و بودجه سری دریافت میکرد، اعتراض شدید نمودند و در بازار بهرین چلوار بر ضد آزر جسنف ابن بویرولاغ مهر کردند و برایش پیغام و پسقام فرستادند که اگر بخواهد از این جور کسافتکاری ها بکند صاف و پوست کنده به شاهنشاه اسلام پناه و پدر تاجدارمان شکایت خواهیم کرد. آزر جسنف ابن بویرولاق از رو نرفت و با آنکه در لباس روحانی بود اما مثل یک فیلد مارشال جواب داد و گفت فضولی موقوف مگر من اسمم عبدالکسخر نه هست این پنبه را از توی گوشتان بیرون بیاورید هیچ میدانید اگر خدای نکرده قانون را که لولش به طرف ممالک محروسه شاهنشاهی است در بکنیم زمین و زمان کنفیکون خواهد شد به جوانی خودتان رحم بکنید حالا خود دانید اما من هم اندک مندک و چغون در زردک نیستم که با این حرف ها از میدان در بروم یالا هر کس می از دست من به پدر تاج دارش چغلی بکند راه باز است و جاده دراز آن وقت من هم حاضرم به عنوان سوقات مقداری فشفشه و ترقه و بمب اتمی و هیدروژنی و پاچه خیزک و زنبورک برایش بفرستم تا بداند که سنگ یک من دو من است و سر و کارش با من. وانگهی قباله خلیج فارس و مضافاتش پرشالم است. اصلا حرف حساب شما چیست؟ نماینده آب بازان که مردی سرتق بود این پا و آن پا کرد و گفت پس اجازه بفرمایید روی این کاغذها کتاب آسمانی خودمان را بنویسیم آزر جسنف ابن بویرولاق که متخصص خواندن کتیبه های میخی بود ناگاه به زبان میخی سره وی را مخاطب قرار داد و فرمود میخی میخی ارنمیخی درت مینم <تصفح> یعنی به تحقیق و درستی که چنین است و جزین نیست که هرگاه بدین امر رضایت بدهی فبه ها وگرنه دستور میمنت ظهور صادر میسازم که همانا از آستانه هم شما را برانند. نماینده آببازان که از این زبان بی اطلاع نبود مطلب دستگیرش شد دم خود را روی کولش نهاد و خارج شد. البته آزر جسنف ابن بویرولاغ گمان کرد چون شاهنشاه ایران صوفی مشرب است به پیری او رحم می آورد صفا می کند و شاید یک کشکول و تبرزین و تاج و کمر و تسبیح و شمشیر هندی مرسع هم برایش بفرستد. این بود که چوس گرگی پا شد. اما چون یک دنده بود و اهل رشوه و گاببندی نبود و به این آسانی از میدان در نمی رفت، البقرق سوم بعد از آن که با اتحادیه آببازان و بهر امان ساخت و پاخت کرد، به او بدبین شد. زیرابش را زد و به عنوان جاسوس ستون پنجم تبعیدش کرد به هند و دیگر کسی نفهمید چه به سرش آمد. اما این شخص با وجود مقام شامخ ادبی روشنفکر معیوس بود و عقیده منسوخ عقب مانده و وازده ای داشت. زیرا روز قبل از حرکتش هرچند مخبرین محترم جرایت خواستند عکسش را بکشند به این امر تن نداد. و نیز یکی از آنها که شرح حالش را پرسید به پاسخ گفت از وقتی که توی این خلا ترکمانم زده اند هنوز مشغول دست و پا زدن هستم همین ولیکن از شما چه پنهان که آب بازان آب کاه میهن پرست که بهانیه بیت لحم را امضا کرده بودند زیرا کهن پرست بودند و میترسیدند در صورتی که جنگ در بگیرد با وسیله جدید قانون که به جای بمب اتمی آن زمان بود در یک چشم به هم زدن لط و پار گردند در صورتی که ترجیح می دادند مثلا با تیر و کمان و یا چماغ که به لنبرشان کارگر میشد، هفت روز زوزه بکشند و بعد هم سکش سک بشوند باری آب بازان برای شاهنشاه خودشان خبرچینی کردند. همینقدر سربسته می دانیم که زمان سبیللی شاه کبیر بود و از ترس پرتقالی ها پایتخت را از سلطانیه به اسفهان آورده بود. خب دیگر این مطلب شوخی بر نمی داشت. اگر کوتاه می آمد از او باج سبیل می و به اندک قفلتی جزیره بهران را که پرتقالی ها برای آب شیرینش اجاره کرده بودند درست و حسابی قورت می دادند و آبرویش پیش نمایندگان داخله و خارجه که در دربارش بودند پاک میریخت و دیگر کسی برایش تره هم خورد نمی کرد. سبیل علی شاه سر غیرت آمد رو ترش فرمود و یک روز صبح سحر لباس قذب پوشید بار عام داد و همه سفرای مختار و ایلچیها را سبیل تا سبیل دزدکی سرشماری کرد و ارتش را که در آن زمان به مناسبت اسم سپاهان سپاه مینامیدند رژه دید و بعد عوض اینکه به ریش توپی خود که روز قبل هنا بسته بود دست بکشد شاربش را چنگ مالی کرد و نطقی به زبان اسفهانی سره ایراد فرمود خوبس خوبس خجالتم نمیکشند انگار که حیاره خوردندشون و آبرور قی کردندشون به جونی جفتی سیبیلام که دیگه صبری ما لبریز شده معلوم میشد که این پرتغالی های ریقونه رو زیمینی صف نشاشیدندشون. من پش اندر پشتم از برقلی شاو و بوقلی شاو و دوستلی شاو و سفترلی شاو و هیدرلی شاو و قنبرلی شاو و ببرلی و ملنگلی شاو و مجزوبلی شاو و فناعلی و صفاعلی و رحمتلی و همتلی شاو و حیبتلی از زمونی حبوتی حضرتی آدم همشون صاحبی کشف و کرامات بودن و نعلیناشون جلو پاشون جفت می شدست و پادشاون بودندشون جونم برا شما بوگید به شما حکم میکنم، کنم همی الانی در این گیواتون و ور بکشین و برین از این جزیره هرمزا بگیرین و دمارز روزگاری پرتغالی هایی هروم لغمه در بیاریدشون این فلون فلون شده روشون که از سنگی پا قزوین سفترس، انگاکو سماق پالونس حالا دیگه خوبس موگه اما می با سری این مرتی که یه دومبوری دکو میگن اسمش واسکودوگاماس ببارین دا و برا اعلا حضرتی ما بیاریندش و سلام نوم تموم فورا لشکر جرار خونخار داوطلبی مرکب از دراویش نقشبندیه و نعمت اللهیه و صفی علی شاهیه و خاکساریه و اسماعیلیه و علاللهیه و زنادقه و ملامتیه و بکتاشیه و مولویه و نوربخشیه و اشراقیه و نعمتیه و هیدریه و شاخ حسینیه و قمزنیه و زنجیر زنیه و داشمشتیه و قوچبازیه و کرکبازیه و مارگیریه و جنگیریه و دعانویسیه و گل مجهز به تسبیح و تبرزین و کشکول و بوق و منتشا و چماق و گرز و عمود و تخماق و واحد یموت و دوغ وحدت و بنگ ملبس به مرادبگی و علیچه و آرخالوق و خرقه و شولا و مرقع و چهل تکه و یاپونچی و کپنک و پلنگیه و پشمینه و پستک به سرکردگی شاه قلیشاه و امام قلیشاه و علی نقیشاه و پولادشاه و شاه سینه سپر کردند و کوس رحیل بستند. اما سبیل علی شاه از بس که چکه و سیاست مدار بود هرمز هرمزان را که سر دسته ستون پنجمش بود با وجود کبر سن برای خرابکاری پشت جبهه به لباس مبدل قبلا به جزیره هرمز فرستاد نامبرده هم به محض ورود خود را به میکده پرتغالی ها زد و با اینکه مرض قند داشت بیدرنگ دو سه بشک آبجوی آلمانی دخترنشان اعلا که در آنجا بود سر کشید و بعد یک راست رفت روی انبار باروت پرتغالی ها. اگرچه روی دیوارش به خط سلس جلی نوشته بودند بر پدر و مادرش لعنت که در اینجا بشاشد به مسانه خود استراحت داد. این شد که وقتی جند جرار به بندر گمبرون رسید فارق البال مساف داد. دراویش آرق زدند و یا حق دوست کشیدند و بسات فقر را چیدند و فورا مشغول وجد و سماع و خواوندگاری و نمایشات محیر شدند. دسته ای معرکه گرفتند و علی موجودها می بیت ما صاحب منتشا و بوقیم جرسومه اشنع فسوقیم گروهی مشغول ذکر و پایکوبی و دستفشانی شدند و آنقدر دور خودشان چرخیدند که دهنشان کف کرد و بیهوش و بیگوش افتادند. گروهی روی آهن تفته گردش می کردند. ادعی از آنها خرد شیشه و آتش میخوردند و شکر خدای بی را به جا می آوردند. آسمان از دود و دم بنگ و چرس و شیره و نگاری و روح پوشیده شد. پهلوانان مشغول زورازمایی گردیدند و نوچه های خودشان را به قد سرشان بلند می کردند و مثل توپ به زمین می کوبیدند. دسته چوگانبازی و گوی بازی می کردند. دعا هی آیت الکرسی می و به اطراف و جوانب می دمیدند. خلاصه چه درد سرتان بدهم قوچبازان و مارگیران و شاخ حسینی ها و سین زنها و زنجیر زن ها و روزخان ها هر کدام مشغول هنرنمایی شدند از مشاهده این احوال پرتقالی های بیچاره را میگویی دست و پای خود را گم کردند قشون پرتقال با لوچه آویزان به پابوسی قطب اعظم آمد و سر سپرد و سردارشان گفت یا حق ما هرچه با نفس امار جنگیدیم نشد و نتوانستیم ایرانی ها را به اصول عقاید خودمان ارشاد بکنیم. بالاخره زیر تأثیرش واقع شدیم. به ما اهلیل زد و ما را تحلیل برد و پدرمان را درآورد. غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. البقرق سوم که شاهد این ماجرا بود سر به نیزه قریبی زد و از آنجا که مردی شقی و سیاه دل بود به اضافه هفت کارمند ویژه با تمام اهل بیت اطهار و عورت پرتغالی ها تسلیم نشدند زیرا علاقه به قانون داشتند و از آن دل نمی کندند. خود البقرق سینه سپر کرده بود و برای اینکه نشان بدهد پرتغالی ها به غیر از پرتغال چیزهای دیگر هم می‌خورند، در حالی که شلغم خامی را گاز میزد این مصرا را تلاوت می نمود. شلغم پخته بهز نقره خام زیرا دریا سالار البقرق سوم تصمیم گرفته بود که دنیا را کن بکند دستور داد زنها را به ضرب واحد یموت از دور قانون راندند از آن روز به بعد هم واحد یموت معروف به چوب قانون شد باری همین که باروت نمکشیده را در لوله ریختند و کهنه تپاندند و گلوله انداختند و سن بزدند و برخلاف تمام مقررات بشردوستی و بیانیه بیت لحم فتیله را روشن کردند و البقرق از وحشت صدای انفجار دستها را بغل گوشش گذاشت چشمتان روز بد نبیند قانون به جلو رفت و عقب زد و اول کاری که کرد هفت کارمند ویژه خود را زیر گرفت. بعد صدای تلپی از دهنهش درآمد و تعجب اینجا بود که در اثر ورد و افسون آیت دور تا دور قانون کرسی روی هم چیده شده بود. گلوله به یکی از کرسی ها اصابت کرد و سپس نقش زمین شد. دراویش که دیدند نه اتفاقی افتاد و نه دنیا کنفیکون شد جانی گرفتند یا حق کشیدند و گفتند این همه آوازه ها از شه بود و جزیره هرمز را زیر قبضه تبرزین خود درآوردند. اما هرچه شاه قلی شاه پرسان پرسان دنبال واسکودوگاماس گاماس گشت که سرش را ببرد و برای سبیل علی شاه بفرستد پیدایش نکرد. انگار که این شخص محترم نان شده بود و سگ او را خورده بود. بالاخره کاشف به عمل آمد که چند سال پیش سق سیاه سلطان محمد خربنده به او کارگر شده و در لیسبون به کیفر اعمال ناشایست خود رسیده است. شاه قلی هم نامردی نکرد، سواره دنبال دریا سالار البقرق سوم تاخت ناقه را از عقب پی کرد و با کمند آن ملعون را گرفت اول خواست سرش را با گرز گافسار بکوبد اما چون دلرحیم بود از این شکنجه او را در مقابل دادگاه دادگستری وجدانش معاف ساخت و گردنش را مثل دست گل با تبرزین برید و گونه های ارقوانی وی فوراً به زعفرانی گرایید نام برده هم رخت از دنیای دون برداشت و یک راست به دالان کاروانسرای عدم شتافت. شاه قلیشاه هم که دید این طور شده سرش را توی روغن کرمانشاهی اعلا سرخ کرد. حقیقتش این است که اول میخواست این عمل شنیع را در روغن محلاتی انجام بدهد. اما چون بادمجان دور قابچین ها در سخنرانی های پرورش افکار روغن کرمانشاهی را بسیار ستوده بودند، بالاخره تصمیم گرفت از معامله با حاجی آقاهای امام شیر و شکری محلات چشم بپوشد و اجناس کرمانشاهی را که مسقط و رأس خودش بود به مصرف برساند. اما اینکه بعضی از مورخین تردید کرده و گفتهاند در روغن نباتی آمریکایی بوده بهتان محض و برای لکهدار کردن افتخارات ملی و تاریخی ماست بطلان این دعوی را از اینجا میتوان دریافت که در آن زمان هنوز به موجب قرارداد سگانه سیغه برادرخاندگی با آمریکایی ها نخوانده بودیم تا دلشان برای کبد و کلیه برادران دوست و همپیمان خود بسوزد و روغنهای این کشور را برای جلوگیری از ناپرهیزی برادران خود کش بروند و به جایش روغن پمبدانه و بزرک و کرچک و مزخرفات دیگر به خوردشان بدهند. باری چه درد سرتان بدهم؟ پس از این که سر یارو خوب سرخ شد، توی چاک دهنش یک مشت جعفری و دورش سیب زمینی سرخ کرده اسلامبولی گذاشت و با نامه ای که حاکی از جنگ خونین و مقاومت دلیرانه پرتقالی ها بود برای سبیل علی شاه با چاپار مخصوص گسیل داشت. حالا ببینیم چه به سر قانون خودمان آمد. همان وقت که قانون در رفت و تلپی صدا کرد از دهن زمزم علی شاه مرشد هم پرید و اسمش را توپ گذاشت. بعضی از علمای ریش شناس و زبانشناس سرشناس معتقدند که یک معنی دیگر قانون که به زبان ایتالیایی کنون میگویند لوله است و لغت توپ فارسی هم ریشه با توپ فرانسه به معنی لوله می باشد. چنان که توپ پارچه و ریش توپی و افعال توپیدن و توپقیدن و توفیدن و توپ زدن و تپاندن و توفانیدن و ترقیدن و تفکاریدن و تفتیدن و توفوختن و توفاناچ و لغت توفان و توف و تافونگ چینی و تیفون از همین اصل آمده است. ولیکن لغت توپ در حقیقت از تقلید صدای قانون و لغات توپ بازی و اهن و و تلپ و طلب و تاپ و توپ به وجود آمده و مانند لغات سین پهلو و سرما سرما و باقرقره و بادبادک و سکسکه و قمقمه و قوره قوره بی پدر و مادر نیست زیرا در اصل طلبی بوده به این طریق که لام چون اولش مکسور بود عطف به واو شد و یای مجهوله محمله هم در اثر این فاجعه لب ورچید و بعدن به عنوان اعتراض منتظر خدمت گردید و در نتیجه توپ شد و از اینجا لغت توپ پا به عرصه وجود گذاشت و جانشین قانون گشت. به علت این که لغت مزبور بسیار حساس و دلنازک و مستعد قلب ماهیت بوده برخی از زبان زبانشناس شک نموده و گفتند که عربی سره است و به این مناسبت شایسته است به شکل توب نوشته شود ولیکن در اینجا ما دل به دریا زدیم و آن را به شکل غلط مشهور توپ ضبط کردیم والله اعلم و بسواب. زنهای پرتغالی از عوض شدن اسم قانون بسیار دمق شدند از طرف دیگر چون همه آنها برخلاف نص سریح آیه صفر اعداد که به فاتحان توصیه می کند از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود زنده نگاه دارید نه تنها مردها را به خوبی می شناختند بلکه هزار جور کسافتکاری هم با آنها کرده بودند و به این آسانی کلاه سرشان نمی رفت. ترسیدند به عنوان سیقه و متعه و کنیز و برده به دست مسلمانان اسیر بشوند و بالاخره گزارشان به بازار برده فروشان بیفتد. همچنین از لحاظ کینتوزی و تقویت پشت جبهه تصمیم گرفتند که جزیره هرمز را تخلیه بکنند و بعد با چند حمله گازنبری مرتب پایتخت سبیل علی شاه را تسخیر بنمایند این بود که چون مردی در دستگاهشان پیدا نمیشد، شکر خدا را به جای آوردند و با دل راحت البقرق دخت را به سرکردگی خود برگزیدند و شبانه توپ را کیدنپ کرده لای نمد پیچیدند و توی کرجی گذاشتند و از روی نقشه جنگی مرحوم مقفور واسکودو گاما که رنگش به کلی پریده بود راه هندوستان را در پیش گرفتند. پس از این پیش آمد جزیره هرمز خالی از اغیار و تمام ایار به تسخیر دراویش میهنی درآمد و حق به حقدار رسید.